در ارتباط با هیئت نظارت بر برجام در شورای عالی امنیت ملی این اقدام صورت گرفت و انشالله ترکیبش یا چگونگی عمل کردش و آیین‌نامه‌ای که برای نظارت خواهد داشت از سوی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی اطلاع رسانی خواهد شد. این هیئت نظارت تشکیل شد و قانونا اینا مسئولن و اگرم موردی باشه به این هیئت به شورای عالی امنیت ملی گفته بشه. سخنگوی دولت با اشاره به اعتراض‌هایی که به یک سخنرانی در ورامین صورت گرفته بود گفت وقتی قانون اجازه سخنرانی میده نباید به اون اعتراض کرد. اگر به مسائل اصول پایبند هستیم، اصول ما میگوید که در جمهوری اسلامی قانون و شرع یکیه، یعنی اگر چیزی خلاف قانون باشه خلاف شرع هم هست. قطعاً عزیزان ما که نمیخوان خلاف شرع بکنن. قانون وقتی اجازه داد یک کسی بیاد و یک سخنرانی بکنه و یک اجتماعی انجام بشه، هر کی اونو به همش بزنه خلاف قانون عمل کرده، به خلاف شرع عمل کرده. ما باید به اون چه قانون مجاز میدانه ما هم مجاز بدونیم. نوبخت با ابراز تأسف از حمله دزدان دریایی به یک شناور ایرانی و ربودن 15 خدمه آن گفت این موضوع رو پیگیری میکنیم و اقدامات لازم حتما صورت میگیره. نوبخت خبر امهای 1700 تن سیب زمینی در استان فارس رو هم تلویحاً تکذیب کرد. من خدمتتون میگم دولت میخواد اینها رو امها بکنه، اصلا اینا مال دولت نیست. چی میپذیره از اینکه به زحمت سیب زمینی تولید بشه بعد ما این رو امهاش بکنیم؟ باید هم مثلا بتونه بخره بده به افراد نیازمند. مسئولان استان فارس اعلام کرده بودند برای پایین اومدن قیمت‌ها این مقدار سیب زمینی امها شدند و یک توضیح درباره علت شرکت نکردن رئیس جمهور در چند جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام. حتما مشغله کاری آقای رئیس جمهور کارهای زیادی دارند. البته دولت نهایت همکاری رو با مجمع داره تو تمام کمیسیون‌ها که باید مطالب آماده بشه برای اون جلسه صحن مجمع، دولت و کارشناسانشون کمک میکنن. آقای رئیس جمهور هم هر وقتی که فرصت بهشون اجازه بده ایشون هم شرکت میکنن. برخی ها گفته بودند رئیس جمهور در اعتراض به روند بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجمع شرکت نمی کند. به گفته نوبخت استعفای نعمتزاده صحت ندارد. راجع به عزل آقای نعمتزاده، حالا با یه مدت هم این شده بر موضوع، نه این مسئله صحت نداره و آقای نعمتزاده از وزرای با تجربه ما هستن که دارن کارشون رو انجام میدن.